تو این قسمت باید این نکته ای رو خدمت شما عرض کنم که باید خیلی دقیق باشید ایده و باوری که قصد ورود اون به ذهن فرد رو دارید باید به مراتب بهتر و زیباتر از باورهای موجود تو ذهن اون فرد باشه سربازهای شما باید قویتر و باهوشتر از سربازهای پادگان ذهن اون فرد باشن و البته هم این عملیات باید خیلی کنترل شده و خیلی آهسته و نرم انجام بشه هیچ وقت فراموش نکنید که شما قصد تغییر تو دیدگاه و نگرش شخصی رو دارید که به طور کامل و اساسی با شما مخالفه پس در حال انجام یک کار مهم هستید عجله نباید کنید چون هر گونه عجله کردن شتاب باعث شکست میشه باعث حتی درگیری و نظام ممکنه بشه فرض کنید که سربازی که برای اجرای یک عملیات به صورت مثلا شریکی وارد پادگان دشمن میشه میدونید چه اتفاقی میفته اگه این سرباز بدون برنامه با عجله بدون فکر بدون برنامه ریزی انجام بشه وارد بشه خیلی مهمه چون شناسایی میشه سریعتر کل پادگان تو وضعیت دفاعی و جنگی قرار میگیره و نفوذ دیگه به اون پادگان خیلی خیلی سخت میشه نگم سخت اصلا غیر ممکن میشه دیگه نمیشه این کاری کرد دیگه صد دفاعی محکمتر میشه متقاعد کردن هم یک نوع جنگه فردی که با شما مخالف هست دقیقا مثل همین مثال هست پس باید کار خودمون رو خیلی نرم با برنامه انجام بدیم طوری که اون سربازهای پادگان ذهن طرف متوجه و حضور عامل خارجی نشن باید یه برنامه و یه سناریوی انعطاف پذیر داشته باشید و به شکل کاملا دوستانه به طوری که تبدیل به یکی از خودشون بشید وارد بشید ببینید گفتیم سربازی که وارد پادگان ذهن مخاطب مورد نظر میشه برای آماده شدن برای یه کودتا برای یه حمله باید با هدف و با عرض برنامه وارد بشه باید یارگیری بتونه انجام بده اما خب حالا سوال اینجاست این سرباز چطوری باید بره سربازگیری کنه یارگیری کنه جوابش اینجاست از طریق تولید احساس که تو بخش بعدی خدمت شما عرض میکنه